میشه. من برای چی باید 8 ماه دیگه، 4 ماه دیگه اصلا وقت بذارم اثری رو بنویسم که یک نفر بیاد با سلیقه خودش؟ بعد یه انگهایی به آدم زده میشه که تو احساس میکنی با 3 تاش میتونی زندگی تو از دست بدی. میگه آقا تسلیم، من تو این جامعه دارم زندگی میکنم، دارم نفس میکشم، من جنگ رو تجربه کردم، من انقلاب رو تجربه کردم، من تو همین جامعه بودم، موندم، هستم و خواهم بود. چیه من نگرانتون میکنه؟ شما داری به وجه در واقع امنیت و بعد فاکتور دوم و مایزی اشاره کردی. بذار نظر همین هویت. متوجه نشدم. هویت، نمایشنامه نویس اصلا هویت نداره. به اون دو تا دلیل دیگه، به خاطر اینکه امنیت نداره، بله، به خاطر بله، ممیزی بله، که فهمید. شما نظر چیه تو این آیتم فقط؟ آقای اکبر صحبت سر اینه که آقا بله، من میگم سوال اینه. آقا الان نمایشنامه خارجی بیشتر داره اجرا میشه یا نمایشنامه ایرانی و چرا؟ ما داریم دنبال چرایی میگردیم. پس هنوز از سوال به نظر من با توجه به صحبت‌هایی هم که حمید میکنه خارج نشدیم. ما میگیم الان تعداد نمایشنامه‌های خارجی اجرا میشود بیشتر از نمایش‌های ایرانی، اما من به شخصه دارم میگم تا حالاشم نمایش‌های ایرانی خیلی بیشتر از اونچه که حقشون بوده اجرا شده. به این دلیل که منظورشون این نیست. من میگم اشتباه نه، منظورشون اینه که چرا نمایشنامه نویس‌های ایرانی بله، نویس کمتر شدن. بله من الان میخوام برسم به عرضه کاراشون کمتر شد. الان شما نقد بله، نمی‌کنی چرا کارهای خارجی داره؟ من بحثم سر اینه که ما تعداد زیادی نمایشنامه‌هایی در این سال‌ها به اسم تقویت نمایشنامه نویسی ایرانی اجرا شدن با نام‌های مختلف، این تئاتر ایرانی است، این تئاتر ملی است، این فلان است، این فلان است، با همه این حتی تئاترهای مذهبی هممون بلا استثنا می‌دونیم تئاترهای به اسم تئاتر مذهبی اومدن نمایشنامه‌نویساشون هم ایرانی بودن، در حالی که بیشتر از همه به نظر من به مباحث و اعتقادات مذهبی لطمه زدن، به این دلیل که ضعیف بودن. نمایشنامه وقتی ضعیف نوشته میشه از اون اثر از ضعیف هیچ اثر متوسط و یا خوبی هم تولید نمیشود. پس رضا اول از همه تا این لحظه‌ش هم به نظر من خیلی زیاد نمایشنامه ایرانی اجرا شده، ولی نمایشنامه های الگو نمایشنامه های خارجی هن و اگه الان داره اجرا میشه دلیلش یک بحثه. یک، به نظر من مبحثی که ما الان داریم میگیم دقیقا نمود همونه که میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، یعنی اصلا ربطی به این 2 سال و ربطی به 3 سال نداره. به نظر من از دوره اول دولت آقای احمدی نژاد بی توجهی به فرهنگ و به هنر و به تئاتر شروع شد. از قضا بدبختانه عناد آقای احمدی نژاد با تئاتر از زمان شهردار شدنشون شروع شد، یعنی از زمانی که ایشون شهردار بودن اومدن پارکینگ تئاتر شهر رو تبدیل به مسجد کردن و شما و همه ما و همینجا در این برنامه من اعلام میکنم زمانی که این مسجد افتتاح بشه و بلندگوهای این مسجد شروع بکنن به کار کردن تئاتر شهر برای همیشه دیگه حاضر نخواهیم بود هیچ کدام ما در اونجا تئاتر کار بکنیم. بعضی میگن که شهر اون پاساژ شما اصلا دیگه یعنی تجاری آره، یعنی شک نکنید که اینجا یعنی محملی است برای نابود شدن تئاتر شهر این مملکت. این افتخار شهردار بودن آقای احمدی نژاد در دورانی که آقای احمدی نژاد اومدن شدن رئیس جمهور، همه ما میدونیم که وضعیت چاپ و نشر این مملکت، در سینما ایران مملکت بسته شد، تئاتر ما به چه وضعی افتاد. آقای شاه‌آبادی معاونت هنری این مملکت 2 سال تمام زندگی شهرستانی ها رو تباه کرد، به این دلیل که اونها رو فرستاد دنبال چیزی نخودسیایی به اسم استقرار گروه ها و کاملا اونها رو سرگرم این قضیه کرد و 2 سال از زندگی تئاتر شهرستان رو نابود کرد. یعنی در چنین شرایطی شما در نظر بگیرید بی‌توجهی به هنر تئاتر هم باعث شده بود همینجوری وزیر پشت وزیر که توی این دولت عوض میشد همگی با تئاتر خیلی میانه خوبی نداشتن. وزیر قبلی میومد میگفت ما به هملت نیاز نداریم، وزیر دوم میومد میگفت شکسپیر کیه، چرا باید شکسپیر داریم؟ بعد تا بالاخره یکی از هنرمندا گفت آقا به خدا تلفظ این واژه شکسپیره. اول از همه شما به عنوان وزیر فرهنگ این مملکت که ما متاسفیم شما وزیر ما هستید، اول از همه یاد بگیرید که نام این آدم رو درست تلفظ بکنید. در چنین شرایطی بی توجهی به فرهنگ، به هنر، به شعر، به ادبیات، به سینما، خب معلومه تئاتر لطمه می‌بینه، موسیقی لطمه می‌بینه، همه اینا لطمه می‌بینن. حساب بکنید که آقای احمدی نژاد اونقدر که نگران سلامتی آقای چاوز بود، نگران وضعیت وحشتناک تئاتر و سینما و فرهنگ این مملکت نبود. تئاتر ما به جایی رسید که دیگه کاملا نابود شد و وقتی دولت آقای روحانی شروع شده الان ما داریم هنوز اون تاوان اون رو پس میدیم. پس لذا یک،
این مبحث محصول دو سال دولت آقای روحانی نیست، ولی درد من اینه که دولت آقای روحانی، وزیر فرهنگ دولت آقای روحانی، آقای جنتی هیچ برنامه‌ای ندارن. یعنی هیچ کدام از اینها حاضر نیستن. یا آقای روحانی خدمتگزار این مملکته یا آقای این مملکته. اگر آقا هستن که ما هیچ حرفی باهاشون نداریم، اگر خدمتگزار این مملکتن، من به عنوان یک شهروندی که در این مملکت دارم مالیات پرداخت میکنم، دارم کار فرهنگی میکنم در دانشگاه ها، برای یک ترم من دارم درس میدم، خود شما هم در همون دانشگاه دارید درس میدید، من بعد از یک ترم 1,000,000 تومان میگیرم، من میخوام ببینم برابری دستمزد ساعتی من به عنوان مدرس تئاتر و یک هنرمند در این مملکت چقدره. من از خواهران و برادران بهارستان نشین دارم میگم، مجلس نشین دارم میگم، خواهران برادرانی که شما اونجا بالای 4,000,000 تومان حداقل دستمزدتون هست، آیا میدونید خانواده تئاتر در ماه آدمهایی هستن که 500,000 تومان درآمد ندارن؟ یعنی کمتر از یک کارگر پایه حقوق کارگری که شما 650,000 تومان در نظر گرفتین. وقتی وضعیت مملکت من اینه، وقتی هیچ کس به فکر من نیست، آیا درام نویس من بیاد بنویسه میتواند از این همه درد بنویسه؟ متهم به سیاه نمایی میشه، متهم میشه که آب داره به آسیای دشمن میریزه و آرام آرام به پای دادگاه ها کشیده میشه، فلان قاضی که اصلا نمیدونه تئاتر چیه، فقط به واسطه یک گزارش اون رو محکوم میکنه. ما در مملکتی داریم زندگی بکنیم که نمایشنامه هدا گابلر اجرا میشه، بازی جناحی باعث میشود که به تئاتر ضربه بزنن. وقتی من در مقابل آقای ملک محمدی یا ملک محمودی، این حاج آقا، این روحانی قرار گرفتم و گفتم حاج آقا شما برای چی دارید میگید این نمایش فاسد بوده که از ایبسن اجرا شده؟ میگم عکسشو دیدیم. آقای مسافر گفتن من سیدیش رو توی مجلس به شما ارائه دادم، آیا فیلمو دیدین؟ گفتن نه. گفت شما بر اساس یک عکس دارید حکم میدید، نه در اساس فیلمی که من به شما دادم. در چنین شرایطی خب نمایشنامه نویس این مملکت میگه من میرم فیلم های بی خاصیت می نویسم، میرم تلفیلم می نویسم، میرم سریال می نویسم، میرم برای شبکه های خانگی دارم کار میکنم. هنرمند تئاتر برای اینکه فقط بتونه تئاتر کار بکنه داره میره توی عبدالآباد هفته یک ماشین میخره که 2 هفته بعد بفروشه 1,000,000 تومان 500,000 تومان نفع کنه، بتونه زندگیشو بگذرونه که بیاد تئاتر کار بکنه. این وضعیت فرهنگی ماست. وقتی حمید آذرنگ داره میگه هویت ارزش گذاری، یعنی اینکه ما هیچ جایگاهی نداریم، هیچ جایگاهی فعلا. حالا من میخوام برگردم، ببخشید. آره بعد خود برگردم. برگردم. آره. من میخوام بگم که انقدر اون دوره‌ای که شما راجبش صحبت کردی تاریکه که اصلا من نمیتونم واردش بشم، ولی میخوام بگم معضلات ما به اون دوره هم مرتبط نیست. ببینید، ما یه جایی رو داریم به نام خانه تئاتر. خب شما دست یه مهمون تو میگیری، میگی بیا بریم خانه تئاتر رو بهت نشون بدم. میری میبینی وسط یه مشت چیز مغازه تجاری پوشاک تیشرت دارن میفروشن، نمیدونم لباس بانوان، لباس آقایان، میبینم میگه اینجا تئاتر، خانه تئاتر. میری بالا میبینی یه جای مهجور، از اینجا بگیر. خب ببین چه اتفاقی میتونه برای این تئاتر بیفته. وقتی ما اندازه تئاتر رو اونجا تعریف میکنیم، خانه تئاتر رو اونجا بنا میکنیم و خواسته های ما از دولت ها همیشه ریز کوتاه و کمتر از قامت تئاتری بوده، چه فرقی میکنه احمدی نژاد نه کس دیگه ای هم باشه؟ خب به همون قامتی که ما تعریفش میکنیم براش بها قائلن. من میخوام بگم بخشی از فلش سمت خود ماست. خود ما الان 14 ساله که خانه تئاتر داره انجام وظیفه میکنه. بزرگترین وظیفه‌ای که انجام داده بیمه هاست. آقا اینو ما میتونستیم بسپاریم به خود ارشاد. بالاخره ما آدم‌هایی بودیم که توی این مملکت زندگی می‌کردیم، یه شرکتی بود بیاد این یتیما رو جمع‌آوری کنه، بیمه‌شون بکنه. بزرگترین چیزش شده که مسکن. کدوم مسکن؟ کدوم بچه تئاتری الان از قبل اون پول‌هایی که گرفته و این همه سال گذشته، ولی هنوز داره اونجا اتفاقاتی می‌افته که محدود، مهجور و کوچکتر از قامت تئاتر. ما وقتی حرمت امامزاده و متولیشه، وقتی خودمون نگاهمون به تئاتر اینه که بعد از 12 سال انجمن بازیگران خانه تئاتر لنگ یه دونه کامپیوتره و من میگم خدای من، نگرانی شما نبوده یک کامپیوتر گوشه اتاق انجمن بازیگران؟ بعد شما میخواید چه حقوقی برای بازیگران بگیرید وقتی یه دونه کامپیوتر برای گوشه اتاقتون نتونستید بگیرید؟ خب میشه میرسه به جایی که توی همون دولتی که من نمیخوام اصلا بهش رجعت بکنم، یک مجموعه تئاتری صف میکشن دم خانه تئاتر برای یک
ایدی که از پول خود اینها که بهشون ندادن دارن بهشون میدن، منت هم سرشون میذارن، رئیس جمهوری که به شدت تحقیرشون کرده با یک مبلغ ناچیز. این میشه وضعیت تئاتری. برای همین ما هویت نداریم، ما خیلی کوتاه قامت شدیم.